خداداد عزیزی و مرگ دردناک پدرش. با ما همراه باشید، آخرین ویدیو رو میبینیم و راجبش صحبت میکنیم. سلام، عمران همیشه کانال زرد تیوی. به کانال خودتون خوش اومد. خداداد عزیزی که فوق‌العاده آدم خانواده دوستی هم هست، به سوگ پدرش نشست و پدرش رو متاسفانه از دست داد. خداداد عزیزی سالها پیش متاسفانه در شروع شهرت و محبوبیتش مادرش رو از دست داد و خودش بارها این رو در قالب خاطراتی مطرح میکنه که توی دوران کودکی و نوجوانی شرایط سختی رو داشت و با فقر شدیدی خانوادهش دست و پنجه نرم میکرد. ولی بعد از اینکه خداداد فوتبالیست شد و به شهرت رسید، یه مقدار وضع خانوادگیشون بهتر شد و به پول ثروتی رسیدن که دقیقا در همون تایم مادرش رو در جوانی از دست داد و مادرش عملا روزهای خوشش رو ندید. ولی خب خداداد همه یه تایم و انرژیش رو برای پدرش و سایر برادر خواهراش گذاشت که اونها زندگی خوبی داشته باشن. خداداد خیلی نسبت به پدرش احساسی بود و همیشه این موضوع رو توی برنامه‌های مختلف بیان می‌کرد و حتی هر وقت که فیلمی از پدرش می‌دید یا صحبتش می‌شد، ناخودآگاه اش توی چشماش جمع می‌شد. ولی خداداد از این نشده تا حالا تو برنامه جایی، تو محفلی، حتی خصوصی باشه عرض ادب و ارادت خودش رو آقای روشن به پدر بزرگوارش نداشته باشه. بنابراین یه ویدیو داریم از پدر. خدا اینم چهره پسر. بله خدا حفظ. پسر قدردان پدر. بله بچه‌ناس. بله بله نسبت به خانوادم و نسبت به پدر مادرم خیلی زیادی احساسی هم باشه. خداداد عزیزی متولد 1 تیر ماه سال 1350 در شهر مشهد هست. اون تحصیلاتش رو تا مقطع راهنمایی ادامه داد و از 16 سالگی با شروع فوتبال و همچنین کارگری که انجام میداد مجبور به ترک تحصیل شد. اون لقب غزل تیزپای آسیا رو بعد از بازی ایران و استرالیا به دست آورد و یک بار هم بهترین بازیکن سال آسیا شد. خداداد عزیزی اصالتاً برای روستای چشم یخی از توابع شهر فریمان در استان خراسان رضوی در نزدیکی مشهد است. خودش میگه که روستای دوران کودکیش به صورت کامل تخلیه شده و در حال حاضر سکونتی توش نیست و همه به شهر مهاجرت کردن. اون پدرش کشاورز و مادرش خانه‌دار بود که متاسفانه توی جوانی خداداد از دنیا رفت. یه دوره شایع شده بودش که خداداد اصالتاً افغانستانی هست، ولی این موضوع رو خودش بارها تکذیب کرده و گفته که برای همین شهرستان فریمان هست. خداداد 4 برادر و 1 خواهر داره که بعد از فوت مادرش در سال 1370 برای پدرشون یه زن جدید هم گرفتن که ایشون از همسر جدیدش هم 3 پسر دیگه داره و در کل 7 برادر و 1 خواهر هست. سال 55 پدرش کشاورز دیمی بود. گوسفند و دامهاش و همینطور زمین کشاورزیش رو فروخت و تصمیم گرفتش که به شهر مهاجرت بکنه. خانواده اونا به پایین شهر مشهد اومدن و اونجا 2 واحد خونه گرفتن. چون توی اون سال عموش هم متاسفانه از دنیا میره و پدرش سرپرستی خانواده عموش رو هم بر عهده میگیره، یه خونه رو به پسر عموهاش داد و یه خونه رو هم برای خودشون نگه داشتن و اونجا زندگی کردن و گذران زندگی رو با کارگری و دستفروشی میگذرون. توی دوران کودکی در محله کوی رضایه مشهد گذروند و ابتدایی و راهنماییش اونجا بود و فوتبال رو هم از کوچه خیابون‌های همین محله آغاز کرد. خودش در مورد دوران کودکیش میگه خانواده‌اش به شدت فقر مالی داشتن و برای گذران زندگیش مجبور بودن که هم پدرش و هم تمام برادراش کمک خرج خانواده باشن. واسه همین از وقتی که 10 ساله بود در کنار عشقش فوتبال با پدرش در دور حرم میرفت و اونجا دستفروشی و کارگری انجام میده. توی 13 سالگی هم با برادرش تابستونا به کار بنایی مشغول بود. خودش در این باره میگه برادرم گچکار خیلی خوبی بود و من رو هم با خودش به محل کارش میبرد، ولی من چون قدم خیلی کوتاه بود هیچ وقت نتونستم گچکاری و بنایی رو به خوبی انجام بدم.
خداداد سال 66 وقتی که 16 ساله بود بعد از اینکه بازیش در یک تیم محلی دیده شد به تیم منتخب خراسان دعوت شد و یک سال بعد هم با درخششش توی تیم منتخب خراسان به تیم ابو مسلم مشهد پیوست. توی مقطع دبیرستان به دلیل توهین به دبیر ورزش از دبیرستان حاج تقی آقا بزرگ اخراج شد و شاید همین اتفاق باعث شدش که تمرکزش رو به صورت کامل به فوتبال بذاره. خلاصه که فوتبال حرفه‌ایش رو از تیم ابو مسلم شروع کرد و تا سال 71 هم در این تیم بود و حسابی خوش درخشید. سال 71 تا 73 برای گذروندن سربازیش به تیم فتح تهران اومد و سال 74 وقتی که 24 ساله بود با قرارداد 3.5 میلیون تومانی به تیم بهمن پیوست. خداداد از سن 21 سالگی به تیم ملی جوانان ایران هم دعوت شد و سال 75 برای اولین بار در جام ملت‌های آسیای سال 1996 حضور پیدا کرد و درخششش توی این جام باعث شد که در همون سال بهترین بازیکن سال کنفدراسیون فوتبال آسیا بشه. اما خداداد عزیزی یک بار ازدواج کرده که ثمره این ازدواج 2 دختر و 1 پسر هست. خداداد سال 75 وقتی که 20 ساله بود با همسرش ازدواج کرد و دختر بزرگش فاطمه سال 76، پسرش امیرحسین سال 84 و دختر کوچیکترش سال 89 به دنیا اومدن. خداداد بارها توی مصاحبه‌هاش از بزرگترین حسرت زندگیش که در مورد مادرش هست صحبت کرد. خودش در این باره میگه سال 69 وقتی که 19 سال بیشتر سن نداشت و هنوز به شهرت و ثروتی که الان داره نرسیده بود به سختی زندگیشون رو میگذروندن و خودش و خانوادش برای تأمین مایحتاج زندگیشون به هر کاری دست میزدن و کنار فوتبال کارگری و دستفروشی هم همچنان انجام میداد. توی همون تایم متاسفانه مادرش دچار سرطان میشه و به دلیل عدم توانایی مالی خانواده برای درمان سرطان اون خیلی زود از دنیا میره. خودش در این باره میگه من در این دنیا هیچ آرزویی ندارم. خدا به من لطف کرده و به من همه چیز داده. همه رویاهام محقق شده. ولی فقط یه آرزو برام حسرت شد. اینکه وقتی اوضاع خوب شد کاش مادرم هم بود، روزهای خوب رو با ما میدید، روزهای خوشمون رو میدید. خیلی زود رفت و ندید که همه چیز درست شده و روزهای خوش هم به ما رو زده و درست همون زمان که من داشتم تازه مشهور میشدم و به پول و ثروت میرسیدم مادرم از دنیا رفت و این روزها رو ندید. امیدواریم که روح این پدر در آرامش باشه و خداداد عزیزی با غم از دست دادن پدرش کنار بیاد. حتما نظراتتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.